خب پس شروع کنیم درسمونو درباره سید جواد. همطور که گفتم سید جواد، حالا همطور که خودتون هم میدونین حتما و در جریان بالاخره اخباری که مربوط به حرفای ایشون یا کتابهای ایشون چیز قرار میگیرید، آدم مهمیه در فضای فکری ایران و ماها به عنوان، یعنی جدای از هر چیزی، جدای از علایق خودمون، نمیدونم سلایق خودمون، مسیر فکری که داریم میریم، مهمه که چهره های تأثیرگذار بر علوم انسانی در ایران رو بشناسیم و شناختن این چهره ها یا تلاش برای فهمیدن حرفشون یا در یه سطح دیگه گلاویز شدن با اینها از نظر فکری خیلی خیلی تأثیرگذاره برای اینکه خودتون رو در میدان بحث‌های علوم انسانی توی ایران قرار بدین. یعنی اگه به عنوان یه دانشجوی علوم اجتماعی نشناسین سید جواد طباطبایی کیه یا چی میگه یا دغدغه‌هاش چیه، سوای از اینکه باش موافقین یا مخالفین، چیز بدیه. خب چند نفر دارن چیز می‌نویسن و احتمالاً حرف از اینه که صدا بده. صدا خیلی خیلی کمه، عجب. بذاریم آخه چیزی هم نداریم که صدا رو زیاد کنیم باهاش. میخواین یه دور لا 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 بذاریم یه بار بریم بیرون بیایم تو ببینیم چه اتفاقی میفته. بچه ها میخواییم یه سوار بریم بیایم مثل این برنامه تلویزیون بیایم. خب الان چطوری صدای من؟ هیچی بهتر شد؟ خیلی خوب، حالا امیدوارم که همینطوری بمونه، اذیتمون نکن. بسیار خوب، تا خراب نشده بگم. آره داشتم از این حرف میزدم که حالا سوایی از این که شما به چی علاقه داشته باشین به چی علاقه نداشته باشین یا عقاید فکریتون چی باشه یا نه، یه همچین آدمهایی رو لازمه که به عنوان آدمهایی که توی فضای علوم انسانی ایران داریم کار میکنیم بشناسیم، دغدغه‌هاشون رو بشناسیم. و اصلا یه چیز دیگه که حالا من از این چند مدت خیلی دارم بهش فکر میکنم اینه که اصلا منطق این که اینا تبدیل به آدم‌های مهمی شدن رو هم بهش فکر کنیم. یعنی ببینیم که چون این که مثلا سید جواد طباطبایی در مقام یه متفکر خیلی مهمی در ایران پدیدار میشه، این در مورد این که اتفاقات فکری توی ایران چطوری رقم میخورن و چطوری کار میکنن حرفایی برای ما داره. یعنی فکر کردن به این ماجرا چیز مهمیه، حتی از همین منظر تاریخی که داریم در موردش حرف میزنیم. یعنی یه بخشی از تاریخ ماست سید جواد و با شناختش. خب ببینید، با اینکه کتاب‌های زیادی سید جواد داره و درباره‌اش هم نوشته زیاده و خودش هم آدم سخنوریه، سخنرانی‌های متعدد داره، یادداشت‌های متعدد داره، صورت‌بندی خلاصه از ایده‌هاش یه مقدار دشواره. حالا به دلایلی که در انتهای کلاس
خواهم گفت. یعنی در موردش، یعنی وقتی که وارد فاز در واقع نقد ماجرا میشیم، اما از این جهت که ببینید و امیدوارم که بتونم این کار من انجام بدم، هر نقدی، هر نوع نقد کردنی در ابتدای هم در قدم اول مستلزم اینه که آدم منصفانه و با خوشبینی کامل به حرفی که طرف مقابل داره میزنه توجه کنه، یعنی تلاش کنه به بهترین وجهی که میشه اون حرفو فهمید بفهمتش و همون طوری بفهمتش که در واقع طرف مقابل میخواد فهمیده بشه. بنابراین تلاش میکنم که حالا از علاقه خودم یا پیش‌فرض‌های خودم در بخشی که ارائه میدم ایده های اصلی سه جواد طباطبایی رو از این پیش‌فرض کنار، یعنی پیش‌فرض رو کنار بذارم تا اونجایی که میتونم، البته خب حالا ممکنه که نتونم، یعنی در اون حدی که از دستم برمیاد، و توی بخش دوم کلاس حالا یه ذره یه نگاه انتقادی تری خواهم داشت و در مورد تلاش میکنم که درباره این حرف بزنم که با این چیزایی که سر همین کلاس خوندیم یا با این دیدگاه‌هایی که درباره کلاس داشتیم مطرح کردیم توی کلاس چجوری میشه سراغ اندیشه های سه جواد طباطبایی رفت و یه خانش ثانویه انتقادی تری از ایده های او مطرح کرد. خب چنان که میدونید سه جواد طباطبایی پروژه فکری خودش رو یا در واقع طرح فکری خودش رو جاهای مختلفی توضیح داده و توی این توضیح دادن ها یه مسئله‌ای که همواره سه جواد بهش بر میگرده و در موردش حرف میزنه چیزیه که بهش میگه دغدغه ایران یا تأملی درباره ایران که حالا به شیوه های مختلف مطرح شده. یعنی شاید بشه گفت که در خلاصه ترین حالت عبارتی که خودش استفاده میکنه اینه که میگه هدف من اینه که یک نظریه عمومی درباره ایران تدوین بکنم. خب و این عبارت خودشه، یعنی یک نظریه عمومی درباره ایران. بنابراین اندیشه سه جواد طباطبایی من حیث المجموع اندیشه کلگرایانه ایه، تلاش میکنه یک ایده کلی از چیزی که اسمش رو میذاره ایران برای ما فراهم بکنه و خودش معتقده که این ساحتی که داره ازش بحث میکنه ساحتیه که باید ذیل بحث فلسفی گنجوندش، نه بحث جامعه شناسانه یا تاریخ نگارانه. دارد جاهای مختلف خودش رو از قبیله تاریخ نگاران و قبیله جامعه شناسان و قبیله ادیبان یا تتبعات ادبی این چیزها جدا میکنه و میگه که کاری که من دارم میکنم یک کار فلسفیه. بنابراین و توی این کار فلسفی اون بازیگران اصلی که حضور دارن مفاهیمن. خب بنابراین سه جواد طباطبایی میخواد یک نظریه عمومی درباره ایران تدوین کنه که این نظریه عمومی احتمالاً همون خصوصیاتی رو داره که توی اون جلسه‌ای که در مورد نظریه های عمومی حرف میزدیم گفتیم. خودش به اونها صراحتاً اشاره نمی‌کنه ولی میشه این رو استنتاج کرد. یک نظریه عمومی درباره ایران تدوین می‌کنه که این نظریه از اساس نظریه فلسفیه و اون چیزی که توش خیلی مهمه مفاهیمه. خب بنابراین توی صورت‌بندی‌های دیگه‌ای که از این نظریه ارائه می‌کنه مثلا میگه که من می‌خوام منطق تحول مفاهیم رو در تاریخ ایران در بیارم یا تاریخ اندیشه سیاسی رو بنویسم، تاریخ فلسفی اندیشه سیاسی رو بنویسم. خب یعنی میخوام بگم که مفاهیم چجوری شکل گرفتن، چجوری از سیر تاریخی بیرون آمدن، در صحنه تاریخ ظاهر شدن، چجوری معنای اینها تغییر کرده. خب مثلا یه مفهومی مثل قانون، مثلا یه مفهومی مثل انقلاب، اینا چیزاییه که خب در طی برنامه ریزی خودش توی اون پروژه‌ای که ازش حرف میزنه میگه که من سراغ تحول این مفاهیم خواهم رفت. چند جا از جمله توی یکی از این سخنرانی‌هایی که اخیراً یعنی که مثلا یکی دو سال پیش درباره مفهوم
ایران شهر انجام داده و دوستتون برای من فرستاده بود پیش از این، توضیح میده که عقبه این اندیشه از کجا براش شکل گرفته و احتمالاً یعنی با قرینه به اون سخنرانی و جاهای دیگه میشه گفتش که این نشأت گرفته از دوران تحصیلاتش در تحصیلات تکمیلیش در فرانسه است و متأثر از نوع فکر فرانسوی اون دوران که مثلا چهره های بارز و شاخصش یه آدم هایی مثل دریدا، مثل آلتوسر، مثل نمیدونم فوکو اینا بودن و اونجا هم مباحث زبانشناسانه، مباحث ساختاری درباره زبان، نوع تغییر تحول مفاهیم، نمیدونم این چیزا، یعنی مثل همون چیزایی که در مورد دالها توی جلسه فوکو در موردش حرف میزدیم، این چیزا خیلی جدی بوده. و طباطبایی در اون دوران تحصیل به خودش میگه که چرا ما همچین تاریخ فلسفی درباره مفاهیم خودمون در ایران نداشته باشیم یا چرا تا حالا نتونستیم داشته باشیم، و تلاش کرده در طی این سالها، مثلا در طی این 30-40 سال، که یه همچین نظریه‌ای رو تدوین بکنه، حالا پله به پله از طریق کتاب و سخنرانی و مفاهیمش، تا اینکه این نظریه عمومی رو در بیاره، نظریه عمومی درباره ایران و درباره تحول مفاهیم در ایران. پس نکته دوم، نکته اول اینه که کار سید جواد طباطبایی یک نظریه عمومیه یا میخواد یک نظریه عمومی باشه. نکته دوم اینه که این نظریه عمومی درباره مفاهیمه، بنابراین ما با یک جور تاریخ نگاری اندیشه، خودش اسم کارشو نمیذاره تاریخ نگاری اندیشه، ولی خب ما تسامحاً این رو میگیم، با نوعی در واقع سر و کار داشتن با نوشته های انتزاعی یا صورتبندی های فکری روبرویم. در کار طباطبایی خیلی کم پیش میاد که به مسائل عینی و انزمامی ارجاع داده بشه، درباره مثلا یه قحطی حرف زده بشه، درباره قیمت کالاها حرف، درباره تورم حرف زده بشه، درباره نمیدونم مثلا یه همچین مسائلی، درباره نمیدونم تقسیم کار یا نمیدونم صنف یا نمیدونم مسائل جنسیتی یا نمیدونم این چیزهایی که دغدغه عمومی تاریخ نگارانیه که گرایش های جامعه شناسانه دارن، توی کار طباطبایی همچین چیزهایی شما کم میبینید. بنابراین ما با یک نظریه عمومی روبرویم که در تاریخ اندیشه کار میکنه. از همین منظر خب یه بخشی از منتقدانی که به نظریه سید جواد نقد دارن، همین اندیشه گرایی او رو نقد میکنن و معتقدن که در واقع بیش از حد تاریخ ذهنی سوبژکتیویست، نمیدونم نخبه گرایانه است یا اینها. من فکر نمیکنم که در حد یه پروژه فکری مشکلی داشته باشه که کسی بگه که آقا من میخوام درباره ایده ها، درباره نظریه ها حرف بزنم و کاری به مثلا عینیات ندارم. خب اینم یه شیوه ای از تاریخ نگاری، بنابراین ولی خب مهمه که بدونیم که باید همچین انتظاری هم از سید جواد طباطبایی داشته باشیم، نباید انتظار داشته باشیم که در مورد مسائل عینی، انضمامی، اینا همه کتابش پر از این چیزا باشه. بنابراین ما با یک تاریخ نگاری اندیشه مواجهیم که هدفش چیه؟ این هدف رو سید جواد طباطبایی توی جاهای مختلف به شیوه های متفاوتی توضیح داده. یه چیزایی میشه ازش جمع‌بندی کرد، اما من خیلی هم روی این جمع‌بندی خودم مطمئن و مصر نیستم که بگم که آقا فقط این است و جز این نیست. اما از اون چیزهایی که برمیاد، یعنی هدف این نظریه عمومی که درباره قرار منطق تحول مفاهیم در ایران رو توضیح بده، یکی از این اهداف گویا در واقع اندیشیدن به مسئله انحطاطه یا صورتبندی مسئله انحطاطه، این که ما بفهمیم، یعنی سید جواد طباطبایی روشن‌تر بگم معتقده که اگر ما سیر تحول مفاهیم در ایران رو پیگیری بکنیم و یک صورتبندی فلسفی، یک نظریه فلسفی درباره اون تدوین بکنیم، در قدم اول موفق میشیم به این که بفهمیم چرا کشور ما به انحطاط رسیده، چرا ما منحط شدیم، و در قدم دوم امکانی یا فرصتی برای برون رفت از این انحطاط به ما دست میده. خب این رویارویی با مسئله انحطاط
یا نوع راه حل چینی که سید جواد طباطبایی برای ماجرای انحطاط پیدا میکنه یکی از جاهاییه که سید جواد طباطبایی راه سید جواد رو از دیگرانی جدا میکنه. خب خود این دو، این دیگران دو تا دسته اصلی هن. خب یکی از اون دسته ها دسته یه که میگه که انحطاط رو چجوری باید حل کرد، باید غربی شد، باید بریم از غرب اون چیزی که کاستی داریم توش، حالا چه در روش باشه، چه در فکر باشه، چه در اندیشه اجتماعی باشه، چه در راه و رسم زندگی باشه، چه در حکومت داری باشه، چه در نمیدونم انتقال فناوری و تکنولوژی و نمیدونم این چیزا باشه، همه چیز ما باید غربی بشیم یا روحیه غربی پیدا بکنیم برای اینکه از این فاز انحطاط بیایم بیرون. سید جواد طباطبایی با این ماجرا مشکل داره، یا در واقع مسیر خودش رو در جاهای مختلف با این آدم‌ها سوا می‌کنه. سید جواد طباطبایی معتقده که اگر قرار ما راهی برای بیرون رفت از انحطاط پیدا بکنیم، این راه، این امکان باید از طریق بازندیشی در سنت خودمون یا بازندیشی در آن چیزی که بر گذشته ما رفته، در این منطقه تحول مفهومی برای ما به وجود اومده، از این راه باید پیداش بکنیم. خب پس یه دسته کسایی هم که حالا در مجموع با مسامحه میشه مثلا غربگرایان، نمیدونم متجددان، این چیزا ازشون نام برد، کسایی که معتقدن که ما باید نمیدونم روحن و عقلن و نمیدونم چی غربی بشیم. دسته دوم کسایی هم که حالا به عبارتی سید جواد طباطبایی با تعبیر آنچه خود داشت، آدم های اهل آنچه خود داشتن، اینا یعنی کسایی هم که میگن آقا همون چیزایی که خودمون داشتیم بسه، بریم ببینیم که نمیدونم نیاکان ما چه جوری بودن، ما هم همون جوری بشیم و نیازی نیست که نمیدونم غربی بشیم، فلان بشیم، بیسار بشیم. همون چیزی که مثلا تحت عناوینی مثل بازگشت به خیشتن یا بومیگرایی یا این چیزا میشناسیمشون و مثلا نماینده های پررنگشون کسایی مثل سید جواد طباطبایی، میگم سید جواد طباطبایی، مثل جلال آل احمد، مثل احسان نراقی، مثل خدمت شما عرض شود دکتر شریعتی و غیرن. خب دسته دومی که بس سید جواد خودش رو از اونها جدا میکنه آدم هایی هن که معتقدن که همون چیزایی که ما داشتیم بستمونه و مثلا خوبیم دیگه، وضعیت خوبه، فقط باید برگردیم به اون چیزها دوباره مثلا احیاش. برای فاصله گرفتن از این دوتا دسته سید جواد میگه که ما باید با بازبینی در سنتمون یا خانش دوباره و انتقادی سنتمون یا خانش فلسفی یا عقل گرایانه یا خردمدارانه از گذشتمون امکانی برای بیرون رفتن از انحطاط پیدا بکنیم. خب بنابراین نظریه عمومی سید جواد طباطبایی قراره یک جوابی برای این به ما بده که ما چرا انحطاط پیدا کردیم و چگونه میتوانیم از این انحطاط بیرون بریم یا از این زوال مثلا فرار بکنیم. حالا میگم باز صورتبندی های مختلفی داره، در جاهای دیگه این هدف به شیوه های دیگری هم مطرح میشه، مثلا جاهایی که سید جواد طباطبایی تلاش میکنه که در واقع ایده خودش رو به عنوان یک بازیگر سیاسی مطرح بکنه و بگه که آقا مثلا هدف من از طرح نظریه ایران فهمیدن منطق وحدت ایرانه، وحدت ایران یا که حالا به تعبیر دیگه منطق تداوم ایرانه. خب ببینید یه ایده خیلی جا افتاده و جدی در مطالعات ایرانی تاریخ داریم و اون ایده اینه که فرهنگ ایرانی یا نمیدونم هویت ایرانی در تمام فراز و فرودهای تاریخی طولانیش تداوم پیدا کرده. خب اینو از توی کتابای درسی میتونیم ببینین، از توی روایت‌های تلویزیون میتونیم ببینین، از صحبت کوچه خیابون مردم هم میتونیم ببینین تا متفکران طراز اول این مملکت. خب یعنی این ایده که آقا ما قومی نبودیم که تاریخمون گسسته بشه، نمیدونم مسلمانان به کشور ما غلبه پیدا کردن، مغول‌ها به ما حمله کردن، نمیدونم سلسله های ترکان بر ایران حکومت راندن، نمیدونم سنی ها اومدن، شیعه ها اومدن، هر چیزی که شده در نهایت این هویت ایرانی ما ایرانی باقی مونده، ما ایرانی موندیم، استمرار پیدا کردیم، تداوم پیدا کردیم. خب این تداوم پیدا کردن یه چیزیه که از نظر
سید جواد طباطبایی نیازمند صورتبندی تئوریکه، یعنی ما باید از نظر تئوریک بتونیم بفهمیم چگونه این تداوم پذیری ممکن شده، چی شده که این روح ایرانی باقی مونده. خب چی داریم می نویسین بچه ها؟ بنویسین که من خیالم راحت شه که ادامه بدم درسمو. صدام که مشکلی نداره احیانا. بنویسین دیگه بچه ها، بگین زودتر. آها ببینید در ادامه صحبت میکنیم مثلا در مورد همین مفهوم. آره در ادامه ازش صحبت میکنیم. خب فرناس تو هم بگو. جز دسته دوم قرار نمیگیره چون مثل هم گفتن. آها دسته دوم یعنی اینایی که ما خودمون همینایی که داشتیم خوبه. نه ببینید سجاد طباطبایی خیلی نظر انتقادی به سنت ایران داره. خب یعنی معتقده که، یا حداقل معتقده که داره و میگه که ما باید یه خانش انتقادی از اون چیزی که داشتیم، نه توسل به اون چیزایی که داشتیم. یعنی میخواد ما اونا رو بخونیم تا بتونیم بفهمیم که چجوری میشه از این وضعیت انحطاطی که دوچاره شدیم فرار کنیم. ما نمیتونیم بدون نه ببینید سید جواد طباطبایی نمیگه ما باید برگردیم به سنت. ما آره به یه معنی ما باید برگردیم به سنت، ولی باید برگردیم به معنی این که باید بهش توجه کنیم، برای اینکه این سنت ما رو ساخته. اون چیزی که ما هست، حالا اگه یه تعبیری با یه درصد، یعنی با یه خود بی‌دقتی از این مفهوم استفاده بکنیم، سید جواد طباطبایی میگه تاریخ حال ما رو این سنت ساخته، ما اون چیزی هستیم که اون سنت ها ساختنمون. خب حالا ما باید برگردیم ببینیم که این چی بوده که ما رو به اینجا رسونده و تلاش بکنیم که از خلال انتقاد همون سنته، از خلال بازخوانی اون سنته ازش در واقع گذر بکنیم یا وارد مرحله بعدی تاریخمون بشیم. بنابراین روی کرده سید جواد طباطبایی به اون چیزی که میگه مثلا سنت در ایران خیلی رویکرد رمانتیک یا نوستالژی زده ای نیست، حداقل در جاهایی، و در واقع رویکرد انتقادیه. بنابراین مثل اونا نیست، متفاوت از اونهاست. نکته دیگه ای که میخواستم بگم چی بود در این باب؟ یادم رفت. یه چیز دیگه هم میخواستم بگم که یادم رفت. حالا بذاریم بعدا دوباره ایشالا بهش برمیگرد. ببین این سوالی نیست که الان لوازم کافی برای پاسخ دادنشو داشته باشیم. شایان همراز بذار ادامه بدیم بعد دوباره به این سوال برمیگردیم. یعنی الان منطق چیزی که میخوایم توضیح بدیم میشکنه اگه بخوایم بر سوال رو جواب بدیم. خب پس تا حالا رسیدیم به چی؟ رسیدیم به این که یه هدفی داره سید جواد طباطبایی و میخواد یه نظریه‌ای بسازه برای اون، و اون هدف اولا فهمیدن انحطاط ماست و عبور از آن، و در یک ماجرای از یک منظر دیگه فهمیدن منطق تداوم ایرانه. خب اینکه چجوری این هویت ایرانی در طی این 2500 سال در از مثلا از دوران هخامنشی تا امروز همچنان ادامه پیدا کرده، ما به عنوان یک فرهنگ خودمون رو از دست ندادیم، نمیدونم با فروپاشی مواجه نشدیم و از این قبیل مسائل، یعنی همین ایده کلی که از تداوم فرهنگی داریم. خب اینجا سید جواد طباطبایی یه ایده‌ای داره که خیلی خوب میشه با اون چیزی که قبلا در واقع به عنوان مغالطه سرچشمه ازش حرف زدیم، یا در سرچشمه خواستگاه، یا در جلسه فوکو درباره تبارشناسی در مورد نقد تبارشناسی به خواستگاه صحبت کردیم. حالا بعدا به این ماجرا برمیگردیم. میخوام بگم که توی جواب دادن به این
دو تا سوال، یعنی جواب دادن به این که ما چرا انحطاط پیدا کردیم و چرا تداوم پیدا کردیم، یا که در بعضی از صورتمندی ها این دو تا با هم دیگه ترکیبم شدن و از یک تعبیراتی توی ایده سه جواد طباطبایی باش مواجه میشیم، مثل تداوم زوال. یعنی این که ما هم تداوم پیدا کردیم هم رو به زوال بودیم، یا این دوتا در همدیگه ترکیب میشن، اما در بسیاری از جاها در واقع ترکیب نمیشن، یعنی از همدیگه سوان. ولی به هر حال دو ایده ها دغدغه های اصلی این دوتاست. برای جواب دادن به این سوال ها سید جواد یه اصل دیگه ای رو میاره وسط، یا یه اصلی که شاید تا حدودی نورماتیف باشه، یعنی یه اصل هنجاریه، اصلی که یا یه بخشی از نظریه عمومی سید جواده، یعنی منظورم اینه که یه چیزیه که نمیشه چندان زیر منگنه انتقادات روش‌شناسانه یا انتقادات مثلا معرفت شناختی داره بود. برای جواب دادن به این دوتا سوال راحتیتون کنم، سید جواد طباطبایی میگه باید ما برگردیم به بنیادهای فکر خودمون، یا بنیادهای آن چیزی که ایران بر مبنای اونها بنا شده. خب بنابراین یه چیزی وجود داره به اسم بنیانها، خواستگاهها، مبادی، به تعابیر مختلف این که کتاب‌های سید جواد طباطبایی به میان میاد. ما باید برگردیم به این بنیان‌ها تا بفهمیم که آقا توی اون وسط، توی از اون ابتدا در اون بامداد تاریخ چه خبر بوده، و از اونجا پله به پله بیایم جلو تا ببینیم که امروزمون در کجاییم، چه وضعیتی برامون حادث شده، باید چیکار کنیم اینا. اون دوتا سوال، ببینید خانم ابوالحسنی پرسیده که اون دوتا سوال رو تکرار کنید. اون دوتا سوال یکی اینه که ما چرا انحطاط پیدا کردیم، و دومیش اینه که ما چطور تداوم پیدا کردیم، یعنی ایران چجوری تداوم، ایده ایران چجوری تداوم پیدا کرد. خب بنابراین سید جواد طباطبایی برای آغاز مسیر فکری خودش، برای آغاز این پروژه، میخواد ما رو ببره به بنیانهای ایران، بنیانهای فکر ایران یا فلسفه ایران یا نمیدونم سیاست ایران یا هرچی. توی این بازگشت به بنیانها یه تفکیک دیگه‌ای بین سید جواد طباطبایی و برخی دیگر از متفکران خیلی محبوب و کلیدی ایرانی به وجود میاد، و همینطور غربی، یعنی هم ایرانی هم غربی. اینجا یه تفاوتی به وجود میاد که خیلی کلیدیه و در این حال مهمه و متفاوته از اون تفاوتی که در مرحله قبل گفتم که بین در واقع متجددین یا تجددخواهان و تجددپرستان و بین نمیدونم بومیگرایان اتفاق میفته. توی این تفکیک بر سر این که بنیانهای ایران چیه، سید جواد طباطبایی خودش رو از پژوهش‌هایی و از متفکرانی جدا می‌کنه که اسمشون رو می‌ذاره، که اسم اون پژوهش‌ها رو می‌ذاره تتبعات ادبی، و به تحقیر این اسم رو استفاده می‌کنه. یعنی میگه که یه سری آدم، یه سری ادیب، یه سری زباندان، یه سری شرق‌شناس، حالا چه اروپایی چه ایرانی، یه سری کارهایی می‌کنن درباره این که نمیدونم ریشه های زبان فارسی چیه، و تلاش میکنن که این تداوم مفهوم ایران رو، یا این تداوم منطقی رو، بر اساس یه چیزایی مثل زبان یا مثل فرهنگ تدوین کنن، اینجوری بفهمنش، اینجوری ازش حرف بزنن که آقا اون چیزی که، اون عنصری که، اون عصاره‌ای که در منطق تداوم ایران حضور داشته، این منطقه زبان بوده، مثلا زبان فارسیه که بنمایه مفهوم ایرانو میسازه، یا فرهنگ ایرانیه که اون بنمایه رو میسازه. سید جواد طباطبایی برخلاف این پژوهشگران ادبی معتقده که اون چیزی که اون بنمایه رو میسازه، اون بنیاد رو میسازه، یه چیزیه که بهش میگه ایران شهر. خب و این ایران شهر یک مفهوم سیاسیه، یعنی اون چیزی که بنیاد ایران رو میسازه من حیث المجموع یک خاصیت، یک عنصر سیاسیه، یه ماجره، یه چیز سیاست ورزانه است، یه چیز دولت دارانه است، نه یه چیز ادبی و فرهنگی و اینا. خب از اینجا سید جواد طباطبایی با یه دسته دیگری از متفکران مشهور ایرانی پس تعیین تکلیف میکنه و از اونا جدا میشه. خب
توی بخش بعدی کارش و این بخش بعدی که میگم خیلی مثلا نظم و ترتیب اینجوری نداره، چون بارها و بارها سجاد طباطبایی به این مفهوم برمیگرده، تو جاهای مختلف بهش میپردازه، در موردش زیاد حرف زده اینها، و یکی از کانونهای فکرشه مفهوم ایران شهر. خب پس تا حالا یه رو دیگه برگردیم، داریم توضیح میدیم که اون نظریه عمومی که قرار بود منطق انحطاط و منطق تداوم رو توضیح بده، قرار بود با برگشت به سرچشمه ها تدوین بشه، و وقتی که به سرچشمه ها برمیگردیم، اون سرچشمه اصلی که سید جواد طباطبایی معتقده باید در موردش اندیشید یا به اون فکر کرد یا منطق ایران رو بر اساس اون درک کرد، مفهوم ایران شهریه. خب حالا ایران شهر چیه؟ نکته اول، ایران شهر مفهوم جغرافیایی نیست. شهر توی این ترکیب ایران شهر یک جور دولت داریه، یک جور سیاست مداریه، یک نحوه اداره کشوره یا نحوه اداره سرزمینه. خب بنابراین با مفهوم جغرافیایی مواجه نیستیم، اما همزاد این مفهوم سیاسی یه مفهوم جغرافیایی هم داریم که اون مفهوم جغرافیایی ایران زمینه. خب بنابراین پس ما یه مفهوم دوقلو داریم، یه چیزی داریم که این و این دوقلوه همواره با همدیگه کار میکنن، یعنی هی به همدیگه پاس گل میدن، با هم کار میکنن. یه مفهوم سیاسی ایران شهری داریم و یه مفهوم جغرافیایی شاید بشه گفت مثلا جغرافیایی، مثلا نمیدونم چی بگم، جغرافیایی اسطوره‌ای، جغرافیایی تخیلی، خلاص جغرافیایی که خیلی روی زمین هم استوار نیست چندان، حدود تقریبیش معلومه ولی خیلی هم معلوم نیستش. بنابراین ایران شهر، ایران زمین. ببینید، بذارید قبل از اینکه جلو تعبیریم یه چیز دیگه هم بگم. ببینید خیلی از وقتا سجاد طباطبایی از نوع برخوردی که با مفاهیم داره، نمیدونم چجوری بگم که راحت تر فهم بشه، برخوردی شبیه مثلا برخورد تاریخ دانان یا جغرافی دانان نیستش، و این به تعبیر خودش برمیگرده به نوع نگرش فلسفی که به ایران داره. خب بنابراین مثلا سید جواد طباطبایی در نقد منتقدانش که میگن آقا این ایران زمینی که تو میگی معلوم نیست چیه، میتونه سید جواد بگه که ببین مهم نیستش که مثلا روی کاغذ از دقیقا این نقطه تا دقیقا این نقطه رو بگی ایران زمین یا نه. ایران زمین یه مفهومه، یه ایده است، یه چیز فلسفیه، نه یه چیزی که اون بیرون تو بخوای ذره به ذره متر بکشی پیداش بکنی. خب حالا البته این ماجرا پیچیدگی داره، یعنی بعدا در مورد، یعنی تو قسمت دوم بحثمون در مورد این ماجرا حرف خواهیم زد. خب پس مفهوم ایران شهری، حالا میریم سراغ این که مفهوم ایران شهری چیه. این مفهوم ایران شهری یه کور داره، یه هسته داره، و اون هسته چیزیه که بهش سید جواد طباطبایی میگه شاه آرمانی. خب میگه که آقا این منطق سیاستداری، این منطق حکومتداری، اون چیزی که تو مرکزش قرار داره مفهوم شاه آرمانیه. خب این شاه آرمانی چه خصوصیتی داره؟ مهمترین خصوصیتش فره ایزدی داره. خب این فره ایزدی چیه؟ حالا توی این بخشش بحثای مفصلی داره، بحثای اتیمولوژیک میکنه، بحثای در واقع چیزای تاریخی میاره از کتابهای مختلف، نمیدونم از بحثای از متفکرهای مختلف، بحث مفصلی در مورد فره میکنه. فرهه یا فرهه؟ فکر کنم تشدید نداره، اون فرهه، فره نمیدونم، خودش نمیدونم، فرهه نمیدونم. به هر حال همون چیزی که در واقع به ذهن هر دوتون یعنی هممون میدونیم چیه خلاصه دیگه. این فرهه ایزدی اگه که فره نداره، فره با و هر دو نظر داره، علما بینشون اختلاف افتاد. آقای کریم خانی میگه که با تشدید، امروز میگه که با تشدید نیست. خب بذارید من از روی کاغذ بخونم براتون که فرح چیه. توی یه صورتمندی کلی فرح نوعی لطف خداوندیه، خب که به شاه آرمانی داده میشه و مجموعه ای از صفات نیکو رو به این شاه آرمانی منتسب میکنه، یا باعث میشه که مجموعه ای از صفات خوب به این شاه منتقل بشه. این صفات یه چیزایی از این قبیلن: خردمندی، دانشمندی، تیزهوشی، تدبیر، کارآمدی، دادگری،
پرهیزکاری، چالاکی، شجاعت، بزرگمنشی، پهلوانی و حتی زیبایی. خب اینا یه بخشی از صفات، الان بیشتر از این هست، جاهای مختلف به شیوه های گوناگونی بهش میپردازه. خلاصه این فرح یا فرح باعث میشه که شاه به یک سیاستمدار آرمانی، به یک حاکم آرمانی تبدیل بشه به واسطه این لطفی که خداوند بهش میکنه. فرح چه خصوصیاتی داره؟ یعنی این شاه آرمانی به واسطه داشتن فرح چه خصوصیاتی پیدا میکنه؟ چند تا چیز خیلی مهم داره اینجا که بعدها هم توی ایده، در واقع توی ایده های دیگره سید جواد طباطبایی اینو موثره. یکیشون اینه که شاه آرمانی نماد جمع میان دین و سیاسته، یا جمع میان شرع و قانونه. خب هم در واقع سایه خداست، هم موبده، هم در واقع نماینده اصلی دینه، هم نماینده اصلی سیاسته. بنابراین یه پیوندی بین این دوتا وجود داره. خب این پیوند، این مبارک بودن یا مطلوب بودن پیوند میان دین و سیاست توی جاهای مختلف فکر طباطبایی مؤثر واقع میشه، حتی وقتی که مثلا داره مشروطه رو تحلیل میکنه. و حالا در مورد، در واقع نوشتش در مورد انقلاب ایران هنوز کامل نیست، ولی احتمالا در مورد انقلاب ایران هم با همچین چیزی مواجه بشیم دوباره. یعنی این چیزی که یه نقطه ای یا یه فردی که پیوند میان دین و سیاست ایجاد بکنه یا نماد وحدت این دوتا بشه، برای سید جواد طباطبایی چیز مهمیه و چیزی که در واقع جدی قلم دادش میکنه. خصوصیت دیگر این شاه مهم نیست، حالا تلفظ مهم نیست خیلی، حتی اگه به سه جواد بگین خیلی هم براش مهمه، یعنی در واقع خیلی به کلمات اهمیت میده و به نحوهی به کار بردن زبان، ولی خب حالا برای من خیلی مهم نیست. خصوصیت دیگر این شاه آرمانی دادگریه. وای نیوشا، این چه سوالی بود تو پرسیدی؟ اصلا چی بگم؟ آره بابا زنده است. خب شاه آرمانی، پس ویژگی دیگرش جدایی از این که نیازمند، نه بابا نه بابا، چه زنده خیلی هم سالم و سلامت و خوشتیپ و عالی و هر سال جوانتر از پارسال. آره بنابراین شاه آرمانی اولا که جمع میان سیاست و دینه. نکته دومش اینه که شاه آرمانی دادگره و این دادگری در نوع حکومترانی که بعدا ازش صحبت میکنیم و طباطبایی با تعبیراتی مثل وحدت در کثرت یا کثرت در وحدت اینو ازش یاد میکنه حضور داره، مهمه، اهمیت پیدا میکنه این شیوه دادگری. بنابراین شاه آرمانی دادگره. و نکته دیگرش اینه که بر اساس سرطان دارن. عجب، امیدوارم که خداوند بهشون شفا بده. آره خب بگذاریم از این بحث، چیز نکنین دیگه، سرش وای نستیم. نکته سوم یا خصوصیت سوم اینه که این شاه آرمانی بر اساس قانون عمل میکنه. خب این بر اساس قانون عمل کرده، اینجا مفهوم قانون برای سید جواد طباطبایی مهم میشه و خیلی هم مهمه، در تمام اندیشش مهمه. چرا مهمه؟ چرا سید جواد طباطبایی معتقده که یه نوعی از قانون بر آن چیزی که منطق ایران میگه حاکمه؟ برای اینکه این قانون مداری یا وجود قانون، آن چیزی که در ایران میگذشته یا حالا به تعبیری میگذره رو، از چیزی که مثلا ویتفوگل و غیره بهش میگفتن استبداد شرقی جدا میکنه. یعنی سید جواد طباطبایی میخواد بگه که بر اینجا منطقی حاکم بوده که منطق استبدادی نبوده، منطق قانونی بوده. توی این منطق قانونی چند تا مؤلفه خیلی مهم وجود دارن. یکی از این مؤلفه ها که بازم مفصل
تو جاهای مختلف سید جواد طباطبایی در موردش حرف میزنه وزارته. خب اصلا کرسی وزارت، نمیدونم شیوه های وزارت، نقش وزارت، وزیرای مهم، نوع جا گرفتن این وزیر در کنار پادشاه و غیره و ذلک. و نکته دیگهش، یعنی مؤلفه دیگهش، چیزی هم که خودش بشیم زیر اعیان و بزرگان، یعنی برخلاف مثلا نظر کسی مثل کاتوزیان، مثل هومو کاتوزیان، سجاد طباطبایی معتقده که ما در نظام ایران شهری یک اعیان و اشرافی داشتیم که اینها بعدش در بعد از اسلام در قامت دهقانان مثلا خراسانی یا دهقانان ایرانی ظهور میکنن و اینها در واقع هم محدود کننده قدرت استبدادی پادشاهان. قسمت قانون رو متوجه نشدیم. ببین یه ایده عمومی وجود داره بین شرقشناسان و که حالا مشخصا در یه آثاری مثل ویتفوگل اینا خیلی جانشین شده، ولی خب این ایده نسبش به هرودوت میرسه، یعنی تا هرودوت میره عقب. و اون چیه؟ و اینه که میگن که آقا در سرزمین‌های غربی قانون حاکمه، در سرزمین‌های شرقی استبداد، اراده خودکامه، یعنی یه دونه شاه اون بالاست و اون هر کار دلش بخواد میکنه و اون حرفش همون چیزیه که اجرا میشه و اصلا قانون معنایی نداره. خب این روند خیلی جا افتاده‌ای در نوع نگاه شرق شناسانه به شرق به کرد به طور عمومی و در مورد ایرانه. خب بنابراین وقتی که سید جواد طباطبایی تلاش میکنه بنیانهای قانون رو در یه نظم آرمانی در بامداد تاریخ ایران توضیح بده، داره در این حال تعیین نسبت میکنه با شرق شناسانی که معتقدن آقا این سرزمین همش استبداد بوده. اون کارنوشتی که اون مقاله‌ای که از کاتوزیان خوندین همینو داره میگه دیگه، میگه آقا ما توی یه سرزمین زندگی میکنیم که از اول تا آخر اصلا سرنوشتمون استبداده، ما همش یه دونه مستبد باید بالا سرمون باشه بزنه تو سرمون. ها مملکت شاه میخواد، مملکت شاه میخواد به معنی دیکتاتوریش یا مثلا اینطوریش به معنی بعدش. حالا اگه چون که مثلا این مملکت شاه میخواد، برای سید جواد طباطبایی میتونه تعبیر مثبتی هم باشه، یعنی اون سید جواد معتقده که مملکت شاه میخواد، حالا توضیح میدن که چرا به معنی شاه آرمانی. خب پس چه اتفاقی افتاد؟ یه بار دیگه برگردیم از اول، رسیدیم به مفهوم بنیادی ایران شهر. گفتیم این ایران شهر یه جور شیوه حکمرانیه، کانون اون شاه آرمانیه، شاه آرمانی یه سری خصوصیاتی داره مثل فرح، مثل دادگری، مثل قانون مداری، و ذیل حکومت این شاه آرمانی یه چیزی، یه منطق اداره حکومتی در ایران به وجود اومده که سید جواد طباطبایی به عناوین مختلف ازش یاد میکنه، مثلا منطق وحدت در کسرت، یا نمیدونم ممالک محروسه، یا حالا به تعبیرهای سنتی تر ملوک و توایفی، مثلا یه همچین چیزایی. این چی؟ یعنی ذیل یک پهنه جغرافیایی گستردهی به اسم ایران زمین، اقوام مختلف با حدود با یه درصد بالایی از استقلال حضور داشتن، اما در یه مرتبه بالاتری یک وحدتی می ساختن ذیل اختیار شاه آرمانی. بنابراین شما با چی مواجهین؟ با یه منطق استقلال نسبی و در این حال وحدت. خب یه جور این تعبیر غیر دقیقه و سید جواد طباطبایی اینو رد میکنه. خب ولی اگه فقط به خاطر اینکه به ذهنتون نزدیک بشه، یه جور فدرالیسم، خب یعنی یه جور حالتی که اقوام مختلف، حکومت‌های محلی مختلف میتونن به آیین و رسوم و اعتقادات خودشون باشن، استقلال نسبی داشته باشن، استقلال اقتصادی نسبی داشته باشن، استقلال سیاسی نسبی داشته باشن، اما در یه سطح بالاتر در یه کلی به اسم ایران به وحدت میرسن و نماد این وحدت شاه آرمانیه. خب مفهوم شاه آرمانیه. حالا این شاه آرمانی در عین اینکه توضیح دهنده، ببینید از نظر سید جواد طباطبایی این مفهوم شاه آرمانی در تمام تاریخ ایران، حالا به تناوب یا اگه که میتونیم تناوبونه و همون نگیم، یعنی همواره حضور داشته یا همواره احیا شده. بنابراین هر جایی که
ایرانی بودن یا مفهوم ایران مفهوم فربه و قدرتمندی شده یا در واقع ما از زوال و انحطاط یه خورده دور شدیم، جاهایی بوده که این مفهوم ایران شهر و مفهوم شاه آرمانی جون گرفته و پا گرفته و وقتی که ما کنارش گذاشتیم در واقع دوره‌های ضعف و زوالمون بوده. بنابراین مفهوم ایران شهر همواره در حضور ما. ببینید برگردیم سر نقطه اولمونا، اون از اول گفتیم که سید جواد معتقده که اون چیزی که منجر به تداوم ایران شده یه چیزی مثل زبان فارسی نیست، یه چیز سیاسیه که اون ایران شهریه و شاه آرمانیه و فلان ویسا. خب پس رسیدیم به اینجا. حالا از یه این شاه آرمانی پس حضور داشته نمیدونم فلان تا الان و این منطق وحدت در کثرت و نوع خاص رواداری که در اون وجود داشتم در ایران در نقاط مختلف و درصدهای مختلف و شدت و ضعف مختلف حضور داشت. خب این تا اینجا. حالا این تا اینجا مثلا میشه گفت که بحث فلسفی پیوره، یعنی اصلا ربطی به این که در واقعیت تاریخ چه اتفاقی افتاده نداره. اما آیا این مفهوم ایران شهر کلن یه چیز پرتیه که هیچ وقت رخ نداده؟ نه اینطوری نیستش. یه جایی یه دوره از تاریخ ایران در بهترین حالت خودش در یه خواستگاهی که مثلا خیلی طلاییه و خیلی درخشانه و خیلی در واقع خوبه و اوکیه رخ داده و اون دوران هخامنشی ایرانه. خب ایران در دوران هخامنشی تحقق مفهوم ایران شهره. خب و یه پادشاهی مثل کوروش تحقق تاریخی مفهوم شاه آرمانیه. خب بعد توی دوره های مختلف تاریخ ایران به میزان فاصلهی که ما از این مفهوم گرفتیم میزانی از زوال و انحطاط رو پیدا کردیم. ببینید اینجا اول یه چیز خیلی مهمی وجود داره که از نظر سید جواد طباطبایی انحطاط مملکت، انحطاط سرزمین یا انحطاط مردم پیوسته است، یا حالا اگه که با صراحت بیشتری بگیم پیرو انحطاط شاهه. یعنی شخصیت وقتی که شخصیت شاه زوال پیدا بکنه، شاه آرمانی زوال پیدا بکنه، مملکت هم رو به انحطاط میره. اگه بخوام تعبیر خودشو عینشو بخونم اینه که دگرگونی های جهان تابعی از دگرگونی سرشت شاهی است. یعنی وقتی شاه بد بشه مملکت هم بد میشه و این تعبیر یعنی این نگاه باز دوباره نشان دهنده یک نگاه خیلی خیلی رایج در تاریخ نویسی ایرانه. یعنی فقط سید جواد نیست که اینو میگه، ما به انواع مختلفی مفهومو داریم در جاهای مختلف که اگر مملکت مثلا چرا در دوران فتحعلی‌شا ایران رو به زوال رفت، چون که فتحعلی‌شاه مثلا زنباره بود یا ضعیف بود، یا چرا مملکت رو به آشوب میرفت، چون که شاه ضعیف بود. خب یعنی این که چه اتفاقی در مملکت بیفته خیلی ربط داره به اینکه شاه چه شکلی باشه. شاه اگه تغییر بکنه مملکت هم تغییر میکنه. حالا پس از اون دوران طلایی و کلیدی هخامنشی در دوران ساسانی، وقتی میرسیم به دوران ساسانی، به تعبیر خود سید جواد یک انحطاط جزئی رخ میده. این انحطاط جزئی به واسطه چیه؟ به واسطه جدا شدن اتحاد دین و سیاست در حکومت ساسانیه. یعنی یه قشر موبدانی شکل میگیره، اینا برای خودشون قدرتی به دست میارن، یه طبقه روحانی شکل میدن و از این تفکیک میان شاهی و موبدان در واقع یه سطحی از استبداد دینی، اختناق، نمیدونم اختلال، انحطاط، این چیزا پیش میاد. درست؟ میرسیم به ایران، میرسیم به اسلام، به دوره فتح ایران به دست اسلام. فتح ایران به دست اسلام برای سید جواد طباطبایی واقعی بسیار تلخیه، واقعی خیلی منفیه، در واقع در قالب همون تعبیر دو قرن سکوت
زرین کوب میبیندش. همین تعبیر دو قرن سکوت خیلی از جاها تکرار میشه، از یه شکلی در واقع به یه تعبیری میگه که این یه جور انتقام بوده که عرب ها از عجم ها گرفتن. خلاصه به یه همچین چیزی ما دو قرن سکوت داریم و بنیان های ایران شهری متعالی توی این دو قرن خیلی جاها در واقع شکست میخوره، بد میشه، رو به زوال میره، مملکت ما مملکت پر هرج و مرج میشه. در دوره های بعدی و با استقلال نسبی ایران از جهان اسلام، که خب این هم دوباره یکی از تمهای رایج فکر جواد طباطباییه که میگه آقا ایران رو نباید بخشی از جهان اسلام در نظر گرفت و نباید ایران رو به عنوان یه مؤلفه‌ای در جهان اسلام تحلیل کرد، به واسطه این که به خاطر همین مفهوم ایران شهری، ایران همواره بخش جدایی از جهان اسلامه، یا حالا به تعبیر دیگه ای هیچ وقت ذیل امت اسلامی ایران نمیره و خودش به عنوان یه منطق متفاوتی که سجاد طباطبایی اسمشو میذاره ملت، از اون جدا میشه. یعنی ما همواره یه جور اسلام ایرانی داریم به تعبیر کوربن، که خب سجاد خیلی متأثر از هانری کوربن، ما یه اسلام ایرانی داریم، یه چیز جدایی داریم از اسلامی که مثلا در عربستان یا در نمیدونم بین النهرین یا جاهای دیگه در جریان داره. یه اسلام ایرانی وجود داره، این اسلام ایرانی به واسطه حضور همون عناصر ایران شهری در ایرانه، به واسطه به قدرت رسیدن خاندانهای ایرانی وزارت، چه در دستگاه خلافت عباسی، چه در شخصیت‌های مثل خواجه نظام الملک، مثل رشیدالدین، مثل دیگران و دیگرانی، وزیرای بزرگ ایرانی در حکومت های ایرانی، و اینا تداوم بخش اندیشه ایران شهری بودن و ضامن جدایی ایران از منطقی که بر امت اسلامی حاکم بوده. حالا یا به تعبیر دیگه خودش، ما همواره در بیرون درون جهان اسلام قرار داشتیم به عنوان ایران، به عنوان یه منطقه متفاوت از ایران. پس دو قرن سکوت. بعد از این دو قرن سکوت در قرون 4 و 5 هجری ما یه دوره از مثلا رنسانس یا احیای نسبی یا عصر زرین فلان این چیزها رو پشت سر میگذرونیم. اون دوره وضعمون بهتر میشه، ایرانیان در ذیل حکومت غلامان ترک یا مثلا سلجوقیان و غزنویان و اینها به یه شکوهی میرسن، دوباره منطقه های ایران شهری خودشون رو حاکم میکنن، شیوه حکمرانی خودشون رو به وجود میارن، بالاخره یه دوره از ثبات، از پیشرفت، از دوره اعتلای ایران رو شاهدیم و بعد از اون حمله مغول اتفاق میفته و حمله مغول دوباره یه ضربه خیلی اساسی و بزرگی به این مفهوم ایرانه، دوباره ما رو ویران میکنه و اتفاقات بعد میفته، ما وارد دوره بزرگی از هرج و مرج و نمیدونم زهد و در واقع تفکر غیر سیاسی و این چیزا میشیم. یه تلاشای اون وسط اتفاق میفته ولی خیلی مهم نیست، میاد تا دوران صفویه. تو صفویه دوباره یه خیزشی داریم، دوباره این مفهوم شاه آرمانی احیا میشه، مفهوم در واقع ایران احیا میشه، ایران به یه ثباتی میرسه، به یه قدرتی میرسه، دوباره انحطاط پیدا میکنیم. همین مفهوم، یعنی نوع نگرش عمومی که ما نسبت به دوره صفویه داریم نشون میده چقدر این مفهوم شاه و تحول شاه و به واسطه اون تحول کشور توی تاریخ نگاری ما مفهوم جا افتاده. یعنی مثلا تصویر عمومی که ما از دبیرستان تو ذهنمون داریم اینه که آره صفویان اولش که شاه اسماعیل و شاه عباس بودن خیلی خوب بودن، بعدش یه دونه شاه سلطان حسین اومد که نمیدونم همش دیگه آش میپخت برای اینکه افغانها رو شکست بده و فلان و بیسار، رو انحطاط پیدا کردن. یعنی قدرت صفویه به واسطه مثلا یه شخصیتی مثل شاه عباس به وجود اومد و به واسطه زوال یه آدمی مثل شاه سلطان حسین به زوال رفت. خب این تطابق یا پیروی آن چیزی که در جامعه اتفاق میفته از آن چیزی که بر شاه میگذره، این خیلی چیز کلیدیه. یعنی توی تاریخ نگاری ایرانی شما هر تصمیمی که بخواید در یا هر پژوهشی که در مورد تاریخ کلان ایران بخواید بکنید، این یکی از مؤلفه هاییه که باید بهش بپردازین. حتی در مورد تاریخ امروز هم همینطوره، یعنی در مورد تصوری که ایرانیان امروز در مورد منطق تاریخ دارن همچنان این کار میکنه.
پس صفویه رو داریم و حالا دیگه قضایی بعدش و بعدم مشروطه که حالا یکی از جاهای کلیدیه که توی این اثرات آخر سجاوات طباطبایی زیاد بهش پرداخته شده. من خیلی نمیخوام واردش بشم، یعنی میخوام بیشتر از اون میخوام اون منطقه رو توضیح بدم. تا اینجا کلیت کار سجاوات رو از نظر خودم توضیح دادم. حالا اگه حرفی چیزی داریم بگین تا بریم سراغ قسمت دوم قضیه، یعنی نقد ماجرا. بگو شایان. خب مهدی تو همه چیز بگو، من خیالم راحت شه. دیگه ببینم چه سوالی دارین، چه حرفی باقی مونده. ببین بله صحبت کن، بله بذاریم مهدی هم صحبت بکنه بعد بریم قسمت بعدی. آها ببین نیوشا، این که وزارت چی کار میکنه، ببین وزارت یه جوری عقل منفصل شاه آرمانی بوده و مثلا توی یه کتابی مثل کتاب خواجه نظام الملک و اگه اشتباه نکنم همچین زیر تیتری داره که منطق تداوم فرهنگی در ایران، یه جزوه یه کتاب کوچیکیه، صد و مثلا نزدیک 200 صفحه است و اونجا اساسا در مورد همین نهاد وزارته. حالا حداقل در ادعا قراره در مورد نهاد وزارت باشه، درباره اینه که در واقع وزیرا مثلا توی دوران پیش از اسلام چه جایگاهی داشتن، مثلا وزارت یه نهاد موروثی بوده، از پدری به پسری میرسیده، توی ایران چیکار میکردن، اصلا ماجرای وزیرکشی به عنوان یکی از مؤلفه های استبداد چجوری کار میکنه و غیره و ذالک. چه در موردش حرف زده ولی خیلی مثلا مفصل نیست که بخوایم در موردش حرف بزنیم. حالا یه نکته‌ای هم داره که بهت میگم. ببین خیلی از چیزایی که سید جواد طباطبایی میگه خودش به این نکته هم اشاره میکنه که اینها یک مقدمه ایه و هنوز ما مواد تاریخی برای پرداختن به اون ماجرا رو کامل نداریم و هنوز باید مثلا بیشتر مواد تاریخی برامون به وجود بیاد تا بتونیم صورتبندی کنیم اینا رو. خب مهدی بگو. یه مقدار بله.
تو همین کتاب، ببخشید، تو همین کتاب آخریه که تازگی در اومده اینجا میگه اینو. خب گرفتم، مرسی. نه مرسی، آره خیلی خوب بود، مرسی. آره خب، حالا همینطور که من چرا اینو گذاشتم تو گوشم، اگه بیارمش بیرون شاید بهتر باشه. همینطور که مهدی گفت، یعنی بحث، خب کتابای زیادی نوشته و خوندن اون کتابها رو منده به شما توصیه میکنم. یعنی حداقل یه چند تا از کتاباش خیلی خوبه که ببینین، اصلا برای این که یه چیزی هم دست خودتون بیاد از اینکه نثر طباطبایی چه جوریه، شیوه بحثش چه جوریه، در مورد چیا حرف میزنه، در مورد چیا حرف نمیزنه و غیره و ذلک. بنابراین صرفا این جلسه قراره یه ترنگوری یا یه مقدمه ای باشه برای اینکه بتونین اون بحث رو درک کنین. خب حالا از قالب توضیح سه جواد بیاین بیرون، یه ذره ببینیم که منتقدانش چی میگن. خب یکی از مهمترین و رایج‌ترین انتقاداتی که از سید جواد طباطبایی وجود داره خیلی ساده است، یعنی همون چیزیه که دکتر عوازری میگه، میگه که سید جواد طباطبایی سلطنت طلبه، دنبال شاهه، میخواد دوباره شاه برگرده.
خب حالا در همین تعبیر در واقع با همین خصوصیات عبازری بحث، یعنی چیزی که دکتر عبازری داره، یعنی این که میگه که آقا این کل پروژه طباطبایی رو اگر که در عرصه سیاست پیاده بکنی یا صدا نداریم، برگردیم به همون حالت قبلی. صدا دارین الان؟ الان چی؟ اوکی. آره، یعنی یه نقد در واقع، یعنی کاری که عوازری میکنه، کاری که دکتر عوازری میکنه در واقع آوردن پای بحث سید جواد طباطبایی در میدان کارزار سیاسیه. میگه که حرفی که در واقع سید جواد طباطبایی میزنه، اگر در عرصه سیاست پیادش کنی یا بخوای بهش در واقع پایبند باشی، همچنان صدا کمه بچه ها، میشه سلطنت طلبی. اینطوری چی؟ الان خوبه؟ آها، خیلی خوب. پس الان خوبه. من دیگه قیافم اینجوریه. میکروفون رو خاموش روشن کنم، ممکنه بهتر شه. بزنین خاموش روشن کنم ببینم چی میشه. خب الان روشن کردم، روشن خاموش کردم، بهتر شد؟ اوکی. پس نقد اول اینه، یعنی نقدی که از منظر سیاست ورزی های متفاوت به سیاست ورزی های متفاوت و منتقد از سلطنت مطرح میشه به سید جواد طباطبایی، و خیلی از نقدهایی که چپگرایان به سید جواد طباطبایی دارن از همین منظره که میگن آقا این سیاستی که حالا در تو میگی که در کل تاریخ ایران رفتی دنبالش گشتی و پیداش کردی و صورتمندیش کردی و اینجا اونجا نشونش دادی، این کلش یه جور سلطنت طلبیه، یه جور استبداد بزک شده است. این تعابیریه که استفاده کردن، یعنی اینکه همون استبداده، فقط تو میگی که آقا اگه شاه خوب باشه این استبداده اذیت نمیکنه کسی رو. حالا اومدیم و شاه خوب نبود، اون وقت چی؟ یعنی در مقام یک فلسفه سیاسی، فلسفه سیاسیه که در معرض خطر استبداده یا محافظ کارانه است یا سلطنت طلبانه است یا نمیدونم از این سبک بحثا. خب برای یه نرد یه همچین چیزیه، یعنی این که و آره و این در واقع چیزه سلطنت طلبانه است. یه نقد وسیع دیگه‌ای که به ایده طباطبایی مطرح میشه اینه که حالا به تعبیر کمال خسروی، تاریخ نویسی سید جواد طباطبایی که مبنای استخراج نظریه فلسفی عمومیشه، تاریخ به تعبیر او تاریخ اشباهه. یعنی چی؟ یعنی تاریخیه که موازین تاریخ نگارانه یا موازین تحقیق تاریخی درشون رعایت نشده. حالا این بحث رو به شیوه های مختلف پی میگیرن، مثلا نوع روی کرده سید جواد طباطبایی به منابع. خب چند تا نقد جدی به این ماجرا مطرحه. یکیش اینه که طباطبایی تقریبا همیشه به چی رو متوجه نشدی هنانه؟ همین دارم میگم که دارم به نوع تاریخ نگاریش نقد میکنم. آها، خب ببخشید. بنابراین مثلا چی؟ مثلا بحث در این که منابعی که سید جواد طباطبایی در کتاب‌هاش استفاده می‌کنه مشهوراته. یعنی چی؟ یعنی همون کتابایی که همه میگن کتابای مهمین، سید جواد طباطبایی میاره توی کتابش و میگه که اینا کتابای مهمین. خب و این نقد مثلا من از چند تا از دوستام که تاریخ نگارن یا در واقع تاریخ نگاری علم میکنن سر همین ماجرا باشون صحبت میکردم و اونا اینجوری بودن، یعنی گفتن آقا کاری که طباطبایی میکنه اگر که مثلا بخوایم خلاصش بکنیم یه جور حاشیه نویسیه، حاشیه نویسی که خیلی در موارد معدود و کمی منجر به آوردن یک تفسیر جدید
یا بیرون کشیدن یه چیز جدید از دل اون منبع میشه. یعنی نوع مواجهه طباطبایی به منابع محدودیت هایی داره، از جمله این که فقط به مشروعات میپردازه. مثلا اگه میخوایم مقایسه بکنیم، مثلا شما کتاب دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط در ایران سه جواد طباطبایی رو بذارین که کنار مثلا یک کتابی مثل کتاب تجدد بومی محمد توکلی ترقی، یعنی هر صفحه از کتاب محمد توکلی مملو از اسمایی که اصلا ما نمیشناسیمش، یعنی یه آدم یه کنجی، یه آدمی، یه مثلا کتابی نوشته، یک جزوه نوشته، جزوه نمیدونم پارسیان هند، نمیدونم این رفته از توی یه آرشیوی در آورده اینو میاره وسط تاریخ نگارش. یعنی منابع جدید رو میکنه در مورد چیزهای در مورد و مواجهه دست اول با منابع تاریخی داره. خب سجاد طالقانی تقریبا سجاد طالقانی طالقانی چیه من بهش گیر دادم سجاد طباطبایی تقریبا هیچ وقت سراغ منابع دست اول به این معنی، یعنی منابعی که مثلا ما پیش از این نمیشناختیمشون یا اهمیتشون رو پیدا نکرده بودیم، بعد این رفته از زیر خاک بیرون کشیده و مثلا توضیحش داده، منطقشو و اهمیتشو نشون داده و اینا، تقریبا من حداقل سراغ ندارم موردی که این اتفاق افتاده. مثلا کاتوزیان ادعا میکنه که آقا من این رساله یک کلمه رو، اینو هیچکی اصلا نمیدونستین چیه، من اینو رفتم از زیر خاک پیدا کردم، اومدم گفتم که هما کاتوزیان، دیدم که مثلا اومدم اینو معروفش کردم و گفتم که آقا مثلا این یک کلمه چقدر چیز مهمیه. یا محمد توکلی همونطور که گفتم میتونه ادعا کنه که آقا من اهمیت این نوشته های پارسیان هند رو در شگیری نمیدونم مفهوم وطن، من رفتم هند اونجا اینا رو پیدا کردم و گشتم و توش رو دیدم که آره مثلا مفهومی که ما از وطن ایران داریم از پارسیان هند گرفتیم. مثلا سجاد طباطبایی تقریبا هیچ وقت این کارو نمیکنه، یعنی میره سراغ منابعی که همه معتقدن، یعنی همه اهل فن توی اون حیطه معتقدن که خیلی کتاب مهمیه، مثلا سیاستنامه خواجه نظام‌الملک خیلی کتاب مهمیه و سجاد طباطبایی همونو برمیداره و در مورد این حرف میزنه که چقدر سیاستنامه کتاب مهمیه. خب یا حالا یه بخشایشو توضیح میده یا یه منطقی رو یا اون بخشایی که در واقع مطابق با همون ایده های عمومی خودش و بخشایی از اون نظریه عمومی رو میسازه، اون چیزا رو جدا میکنه و توضیح میده. مثلا شما همین کتاب خواجه نظام‌الملک رو اگه بخونید خیلی خوب متوجه میشین که چی کار میکنه با منابع. یعنی توی اون کتاب سجاد قراره منطق سیاستنامه و نسبت اون با ایران شهری رو توضیح بده، ولی تقریبا کل بخش هایی از متن سیاستنامه که توی اون کتاب بررسی میشه شاید بیشتر از 2-3 صفحه از کتاب نباشه. یعنی مثلا یه پاراگرافی رو میاره، توی اون پاراگراف تعبیر فرح اومده و سجاد در پس اون مثلا 30 صفحه در مورد فرح می نویسه. یعنی چی؟ یعنی شما منطق نظاممند و کلگرایانه از این که اون منبع چیه به دست نمیاری، یعنی شما بعد از خوندن کتاب خواجه نظام‌الملک نمیفهمی بالاخره سیاستنامه چی میخواست بگه. خب همینطور در مورد کتاب‌های دیگرش این ماجرا وجود داره، یعنی بخش‌هایی از کتاب‌های سجاد که مصروف حاشیه نویسی و معرفی منابع دیگه میشه خیلی زیاده. خب بعضی از کتاباش که مثل تاریخ زوال اندیشه سیاسی اساساً تحشیه نویسیه، یعنی آدم‌های رو معرفی، این چهره‌های وارد صحنه میشن و در مورد کتاب‌هاشون سجاد طباطبایی حرف میزنه و حتی توی این کتاب‌های آخری، مثلا من این کتاب آخری رو نخوندم، ولی مثلا توی حکومت قانون اینا همینجوری، یعنی بخش‌های خیلی زیادی از کتاب در واقع توضیح دوباره یا تکرار مشهورات در مورد منابع مهمه، که مثلا این کتاب تحریر العقلای نجم آبادی خیلی کتاب مهمی بود و نجم آبادی توی این کتاب اینو میگه. خب این نوع نگاه سجاد به منابع خیلی مورد نقد کساییه که از این منظر تاریخ نگارانه وارد قصه میشن و اصلا منابع تاریخی خیلی براشون مهمه. اونا معتقدن که نوع برداشت سجاد طباطبایی درباره منابع تاریخی و ارجاعش به منابع خیلی ناکافیه، خیلی هرهری معابانه است،
منحصر میشه به مشورات و از این قبیل مسائل. یه دسته از نقدایی که به سید جواد مطرح میشه نقداییه که پایه و اساسش جغرافیاست، یعنی بحثای جغرافیاییه، خب، و جغرافیای تاریخی. یعنی جغرافیای تاریخی یعنی این که مردمان در تاریخ جغرافیای خودشون رو چجوری میفهمیدن، متوجه این، یا درک ما از مثلا تقسیم بندی های فضایی مکانی اینها در طول تاریخ چه شکلی بوده، به این میگن جغرافیای تاریخی. خب حالا هم چیزایی که به همون منبع برمیگرده، یعنی از نگاه اون کنشگران تاریخ توضیح میده، هم تحلیل هایی که مبتنی بر اون منابع، یعنی فقط صرفا بازآفرینی ایده های اون قدیمی ها نیستش، ولی بحث ترکیب جغرافیا و تاریخه. خب توی این بحث هم گیرهای زیادی به جواد طباطبایی میگن، از جمله این که میگن آقا این پهنه ای، این عرصه ای که تو اسمشو گذاشتی ایران زمین، هیچ وقت چیز معلومی نبوده و این خصوصیاتی که تو میگی نداشته، از نگاهی که از نگاه آدم هایی که تو اون دوره ها زندگی میکردن، و اگه بری سراغ اینا میبینی که آقا مثلا این کسی که مثلا هویت قومی بلوچ داشته هیچ وقت انقدری با خودش احساس وحدت نمی کرده با آدمی که مثلا تو خوزستان زندگی می کرده یا با آدمی که تو آذربایجان زندگی می کرده. اینا صرفا یه منطق امپراتوری حاکم بوده اینجا، یه کسی می اومده، یه شاهی، یه سرداری، یه چیزی می اومده بر اینا غلبه می کرده، مجبورشون می کرده خراج بدن، و غیر از این خراج دادن به اون پادشاهه اصلا هیچ وحدت مکانیزم وحدتی در جریان نبوده، که یعنی چه وحدتی تو حرف می زنی، صرفا خراج بوده، رابطه اقتصادی بوده، فلان بوده، وحدتی وجود نداره، از این قبیل بحثایی که عمدتاً جزنگرانه است، مبتنی بر در واقع منابع، رجوع به منابع جغرافیایی تاریخی. و خب البته اینم بگم، یعنی اگر که بحث‌های تاریخی در نگاه سید جواد طباطبایی خیلی جدی گرفته نشده باشه، میشه گفت که بحث‌های جغرافیایی رو تقریبا نادیده گرفته سید جواد طباطبایی، یعنی بحث از جغرافیا خیلی کم رنگه توی کارش. و خب آدمایی که جغرافیا تاریخ رو کار میکنن اصلا روی این نقطه دست میذارن و خب نقدای خیلی جدی وارد میکنن به سید جواد. مثلا این در مورد نوع به کار بردنش در مفاهیم جغرافیایی هم وجود داره، مثلا اینکه سید جواد میگه که ایران ممالک محروسه بوده برخلاف مثلا جاهای دیگه، و خب شما الان اگه جستجو بکنین در مورد همین مفهوم ممالک محروسه میتونین کلی مقاله علمی پژوهشی و کتاب و این چیزا وجود داره که به یکسان نشون میده که آقا عثمانی ها هم خودشون رو ممالک محروسه میدیدن، اصلا این تعبیر توی اسناد عثمانی وجود داره، و همینطور هندی ها، یعنی حکومت هند خودش رو ممالک محروسه میدونسته، فقط ایرانی ها نبودن که، فقط حکومت ایران نبوده که به خودش میگفته ممالک محروسه. از اون هم جدیتر این که بسیاری از مفاهیم جغرافیایی که سید جواد طباطبایی توی نظریه پردازیش ازشون استفاده میکنه در واقع از جاهایی نشأت گرفتن که از جاهایی نشأت گرفته که طباطبایی اساسا نگاه خیلی منفی بهشون داره و ازشون حرف نمیزنه یا به اندازه کافی دربارشون حرف نمیزنه. مثل چی؟ مثل تحولاتی که ناشی از حمله مغول هاست. خب طباطبایی به طور پیشفرض میگه که آقا مغول ها به ما حمله کردن، همه چیز زدن نابود کردن، نمیدونم سوختند و نمیدونم بردند و کشتند و فلان و اینا، اما اگر که شما از منظر جامعه شناسی، از منظر جغرافیای تاریخی به اتفاقاتی که پس از حمله مغول اتفاق میفته توجه بکنی، میبینی که خواستگاه خیلی از مفاهیمی که بعدها در نظریه عمومی سید جواد طباطبایی خیلی جایگاه کلیدی پیدا میکنن برآمده از همین حمله مغولن. مثلا چی؟ مثلا اتفاقی که در سطح جغرافیا نگاری یا گزارش های جغرافیایی بعد از حمله مغول میفته اینچنینه که آقا مغول حمله میکنه، مجموعه وسیعی از
سرزمین ها رو میگیره و بعد یه دسته ای از جغرافی نویسان، چه جغرافی نویسان ایرانی، چه جغرافی نویسان اروپایی، چه سیاحان اروپایی، چه جغرافی نویسان عرب، اینا بعد از این واقعه، مثل همون چیزی که جلسه اول میگفتیم که بیاییم فکر کنیم بیاییم که چرا اینجوری شد، چرا به اینجا رسیدیم، این جغرافی دانان شروع میکنن بیاییم که آقا این مغلا چی کار کردن، یعنی صورتبندی این که آقا اینا رو کجاها رو گرفتن، این امپراتوری که اینا به وجود آوردن شامل چیا میشه. خب در خلال این گزارش های جغرافیایی بخش هایی از چیزی که ما به عنوان ایران امروز، به عنوان بخش های مهم ایران امروز میشناسیم، برای اولین بار در گزارش های جغرافیایی ظهور میکنن. یعنی پیش از این در مورد این چیزا حرفی وجود نداره. مثل چی؟ مثل ترکیه، مثل آناتولی، مثل آذربایجان، یعنی مثل آسیای صغیر کلن اون منطقه. خب یعنی اینها توی گزارش‌های قبلی جغرافیایی که ما داریم نه تنها ازشون حرفی زده نمیشه که اصلا اینا اصلا نیستن، یعنی هیته‌های این جغرافیایی، سرزمین‌هایی هستن که ما هیچ توجهی بهشون نداریم، مثلا مناطق بی آب و علف، بی سکونت، نمیدونم چیزی هن. یعنی جزء این فهمی که ما از ایران داریم قبل از اون، حتی اگر که بگیریم که این فهم از ایران وجود داره، که حال خب اشاره هایی هم هست که وجود داره، مثلا آذربایجان اصلا یه بخشش نیست. و این که ما فهمیدیم که آذربایجان هم یه بخشی از ایرانه، یعنی آذربایجان زاده شده به عنوان پاره ای از ایران، ناشی از تاریخ نگاری های بعد از عرصه مغوله، بعد از دوران مغوله. خب و بحث های فراوانی از این دست، یعنی اینکه اصلا همین مفهوم ایران، میدونین که مفهوم ایران بین قرون، مثلا یعنی اشارات خیلی اندکی بهش هست از بین قرون 5 تا 8، یعنی بعد از حمله مغول، و خیلی از جغرافیدان‌ها و اینا که جغرافیای تاریخی کار میکنن معتقدن که این مفهوم ایرانی که از گذشته وجود داشت، نمیدونم از بین رفته بود، اینها مغول‌ها اینو دوباره دوباره زندش کردن، به خاطر اینکه میخواستن به بقیه نشون بدن که چه جای مهمی رو گرفتن، چه سرزمین اسطوره‌ای رو گرفتن، و خودشون هم بدونن که آقا مثلا چی افتاده زیر دستشون. بنابراین توی این دوره ما با یه جور احیای مفهوم ایران مواجهیم، توی دوره بعد از مغول و خیلی چیزای دیگه، یعنی بحث‌های مختلف دیگه ای از این باب که آقا مثلا این ایران بعد از مغول تغییر کرد، یه چیزی دیگه ای شد، یه فهم دیگه ای ازش وجود داره، همینطور که مثلا فهم ما از ایران بعد از صفویه تغییر کرد، همونطور که چیزی که ما از ایران بعد از رضا شاه میفهمیم تغییر کرد. خب سید جواد طباطبایی میپذیره که این تغییرات به وجود اومده، اما میگه که یه هسته اصلی وجود داره که اون تداوم پیدا کرده در این تغییرات، و کسایی که در این ماجرا مثلا به جزئیات تاریخی نگاه میکنن، به روش شناسی علمی به این معنی که ازش توی جلسات قبل حرف زدیم متکیان، میگن که این گسستا، این تغییرها انقدر زیاده که تقریبا هیچ نشانه ای از اون تغییرات قبلی توی تغییرات جدید وجود نداره، و اون چیزایی که ما به وجود میاریم یا سه جواد به وجود میاره ساخته های خودشه، خب نه چیزی که در واقعیت تاریخی به ما نشون میده. این در مورد مثلا چیزای دیگه ای مثل، یعنی در مورد همین کشورهایی که خدمت شما عرض شود که سه جواد کشور نمیدونتشون بسیار مصداق داره. اما من کلن توصیه‌ام به شما اینه که اگه میخواین که بفهمین که در ایران چه اتفاقاتی افتاده و از این یه سطح بریم بالاتر، هر چیزی که درباره این چند تا کشور پیدا میکنین بخونین. این چند تا کشور ترکیه است، عراق، مصر و افغانستانه. یعنی شما هر چی در مورد این 4 تا کشور 4-5 تا کشور پیدا کردین بخونین و مطمئن باشین که بعد از مثلا یه مدت کلن نگاهمون در مورد چیزهایی که احساس میکنیم اختصاصا ایرانیه تغییر میکنه و خیلی در. مثلا سر همین ماجرا، الان یه تصادفه ولی خب در من خیلی جالب بود، این حرفی که مهدی زد درباره این که سه جواد میگه که عراق کشور نیست به دلیل اینکه این وحدت وجود نداره توش و همه دارن یه نظام قبیلگی حاکمه. من اخیراً که همین کتاب یادداشت‌های بغداد رو دارم میخونم،
از یه هنرمند عراقیه و حالا یه آدم معمولیه دیگه، داره تصورات معمولی خودش رو میگه در مورد تاریخ عراق. ببین دقیقاً اون تصوری که در مورد عراق داره همون تصوریه که سید جواد در مورد ایران داره، یعنی این عراق از نظر اون نویسنده یک سرزمین باستانیه که همواره اقوام متفاوت درش در صلح با هم دیگه زندگی میکردن، یه وحدتی درش وجود داشته و حالا یه چیزهای بیرونی مثل آمریکا، مثل نمیدونم القاعده، مثل فلان، چیزهای غیر عرب، چیزهایی که در ذات عراق نیست، بر این کشور حاکم شده و اونها نابود کرده و اون وحدت رو از بین برده و اون وحدت رو مثلا منجر به یه شکافی کرده، جنگی کرده، فلان کرده، بیسار کرده. منظورم اینه که نوع تصوری که ما در مورد کشور خودمون داریم به عنوان یه چیز یکه و یگانه، معمولا وقتی که روایت‌هایی از سرزمین‌های دور و برمون بخونیم به شیوه‌های خیلی جالب توجهی تغییر می‌کنه. خب در نهایت یه نقد رایج دیگه‌ای که به سید جواد طباطبایی وجود داره، بیشتر از این که یه چیز علمی باشه، یه جور مثلا منش اخلاقیه و اون هم به این برمیگرده که، و البته به نظر من یه تحلیل دارم در مورد این منش و معتقدم که در واقع این منش یکی از دلایل اهمیت سید جواد طباطبایی، اهمیت خاص سید جواد طباطبایی توی عرصه علوم انسانی امروزه، و اون منشیه که خیلی نافی کار دیگرانه، خیلی به دیگران میتوپه، نمیدونم حالا بخوایم ساده بگیم فوش میده به بقیه، نمیدونم هیچکی نمیفهمه، هیچکی اصلا وارد جهان اندیشه نشده، اینا که فارسیشون هم بده، اونا که نمیدونم زبان خارجی بلد نیستن. کتاب سخنرانیه، حالا من یه سخنرانی رو که هم مهدی برام فرستاده براتون میذارم توی گروه و جالبه که بشنوین، و مثلا فکر کنم از این جهت هم جالبه که مثلا بشمارین چند بار تو چند تا موقعیت سید جواد طباطبایی فوش میده به بقیه، و فقط فوش میده، یعنی خیلی هم نقدی نمیکنه، یعنی نقد اینه که اینا نفهمیدن ماجرا رو. خیلی زیاده این کار توی حرفا و نوشته های سید جواد، برچه آماده جلوتر بدتر شده، یعنی الان دیگه اصلا همینجور سخنانیش که میشنمین همینجور مملو از بد و بیرا گفتن بین اونه، و از این بابت هم خب خیلی نقد شده سید جواد و خیلی ها مثلا این شیوه در واقع میگن که این یه جور در واقع تفکر سلبیه، یه جور معنیش اخلاقی بده، نمیدونم از این چیزا هم حرف زدن، و منم معتقدم که این شیوه برخورد طباطبایی حالا حداقلش اینه که علمی نیستش، حالا سوایی از چیزهای دیگه. خیلی خوب، بحث من تقریبا تمومه، حرفی صحبتی هست در خدمت شما؟